موافقت اسرائیل با استفاده از سامانه گنبد آهنین برای دفاع موشکی از پایگاه‌های آمریکایی در منطقه خلیج فارس. همزمان فرمانده سنتکام میگوید ریاست جمهوری بایدن فرصتی برای بهبود روابط ایران و آمریکا ایجاد کرده. از مهمان‌های برنامه می‌پرسیم آیا دولت جدید آمریکا ایران را در آستانه انتخابی میان فرصت و تهدید گذاشته؟ در ادامه برنامه امشب انتشار فیلم جدید از درگیری یک نماینده مجلس با مأمور پلیس در تهران. علی اصغر عنابستانی روایتش از ماجرا را تغییر داد. با افزایش سریع کاربران اپلیکیشن سیگنال در جهان، بعضی از مسدود شدن این پیام‌رسان در ایران خبر می‌دهند. و گفتگو با مونیکا جلیلی، خواننده آمریکایی که بیشتر به خاطر خواندن ترانه‌های فارسی شهرت دارد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. عالی ترین مقام سنتکام، فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه و آسیای مرکزی، از فرصتی جدید برای بهبود روابط بین ایران و آمریکا گفته، فرصتی که با به قدرت رسیدن دولت جدید در واشنگتن پیش آمده. ژنرال کنت فرانک مکنزی گفته که ایران در ماه‌های اخیر در برابر آمریکا حساب شده عمل کرده و این پیام را فرستاده که فعلا زمان جنگ نیست. ولی این یک طرف ماجرا است. طرف دیگر برداشتن گام‌های اولیه برای استقرار سپر دفاع موشکی اسرائیلی است به نام گنبد آهنین در پایگاه‌های نظامیان آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس، احتمالاً برای خنثی کردن توان موشکی ایران. بخش‌های بزرگی از خاورمیانه سال‌هاست که همزاد تنش، بی‌ثباتی و آشوب است. یکی از دلایل عمده آن مناقشه میان ایران و آمریکا. در سه روز اخیر تیمی از دستندرکاران با نفوذ دولت بایدن سرگرم گفت و شنود درباره ایران بودند به عنوان بخشی از رایزنی‌های تازه با اروپا. آیا جو بایدن ایران را در آستانه انتخاب میان فرصت و تهدید گذاشته؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از محمد امینی. کنگره آمریکا در سال 2019 از ارتش این کشور خواست که برای دفاع در برابر آتش غیر مستقیم به دنبال راه حلی جدی ولو موقتی از طریق بکارگیری سیستم‌های دفاع هوایی باشد، تا زمانی که صنایع نظامی آمریکا سیستم مناسبی تولید کنند. دفاع در برابر خمپاره، راکت، موشک‌های کروز و دیگر هواپرتابه‌ها علیه نیروهای آمریکایی به یک اولویت تبدیل شده و نقطه ضعف ارتش آمریکا در برابر این تهدیدات بیشتر به چشم قانونگذاران آمریکایی آمده بود. ارتش آمریکا با نگاهی به بازار تسلیحات، خرید دو واحد از سیستم اسرائیلی معروف به گنبد آهنین را انجام داد که حالا خبر تحویل دومی محموله منتشر شده. کنگره آمریکا از ارتش خواسته بود تا سال مالی 2020 دو واحد از این سیستم‌ها را به کار گرفته باشد. سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین توسط شرکت اسرائیلی رافائل طراحی شده و کارنامه قابل قبولی برای ارتش اسرائیل در برابر حملات راکتی فلسطینی‌ها از نوار غزه داشته است. سال گذشته شرکت آمریکایی ریتین وارد پروژه ساخت مشترک این سیستم در آمریکا شد. ارتش آمریکا در بکارگیری گنبد آهنین البته با یک نکته جدی مواجه بوده، اینکه آیا می تواند این سیستم را به دیگر سیستم ها، حسگرها و تجهیزات مورد استفاده اش همخوان کند یا خیر. گفته شده که اسرائیل سیستم های تحویلی گنبد آهنین را با توجه به نیازهای تعریف شده ارتش آمریکا تنظیم کرده. با این حال محافل خبری صنایع نظامی آمریکا میگویند همخوانی سیستم گنبد آهنین با سیستم‌های موجود در ارتش آمریکا همچنان زیر سوال است و به همین دلیل این دو واحد خریداری شده به طور مستقل مورد استفاده قرار خواهند گرفت. یک سناتور جمهوری خواه سال گذشته نامه‌ای به مارک اسپر وزیر دفاع وقت دولت دونالد ترامپ نوشت و اصرار داشت که یکی از واحدهای گنبد آهنین در محیط مأموریتی ستاد مرکزی ارتش آمریکا معروف به سنتکام در خاورمیانه به کار گرفته شود.
سناتور جان بوزمن با اشاره به تهدیدهای راکتی و خمپاره‌ای علیه نیروهای آمریکایی در عراق این درخواست را مطرح کرده بود. حملات راکتی گاه و بیگاه علیه سفارت آمریکا و دیگر نقاط مرتبط با آمریکا در عراق نگرانی مقامات آمریکایی را افزایش داده. احساس نیاز آمریکایی‌ها به یک دفاع هوایی مؤثر با حمله تعدادی موشک کروز و پهپاد به تأسیسات نفتی عربستان در سال 2019 وارد مرحله تازه‌ای شد. افزایش تنش‌ها با ایران در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ این نیاز را برجسته‌تر می‌کرد. هرچند حالا با خروج آقای ترامپ از کاخ سفید، برخی مقامات سیاسی و نظامی آمریکا از شروع فصل نسبتاً تازه‌ای سخن می‌گویند. مثلا ژنرال فرانک مکنزی، فرمانده سنتکام گفته موفق شدیم از وقوع یک جنگ با ایران پرهیز کنیم و حالا فرصت‌های تازه‌ای به وجود آمده. ژنرال مکنزی فرمانده نیرویی است که در صف‌بندی مقابل ایران حالا اسرائیل را در کنار کشورهای عرب خلیج فارس در محدوده عملیاتی خود قرار داده. محمد امینی، بی بی سی. فابیان هینس، پژوهشگر مستقل سیاست‌گذاری امنیت از برلین آلمان با ما. آقای هینس، پیشتر محقق مرکز تحقیقاتی جیمز مارتین درباره منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی بود. تمرکز او بر فعالیت موشکی در خاورمیانه است. آقای هینس، سیستم دفاع موشکی گنبد آهنین چه مشکلی رو از آمریکا حل میکنه؟ اسرائیلی ها سه گونه دفاع موشکی هوایی رو درست کردند که بتونن مقابله بکنن با تهدیدات موشکی. بنابراین این مشخصاً با موشک های هستش که از یک برد بسیار کوتاه شلیک میشن به طرف هدف و همینطور بعضی از موشک های کروز که در برد کوتاه شلیک بشن به سمت هدف. ایران متهمه که با موشک‌های نقطه زن و با دقت بسیار بالا پالایشگاه ابقیق رو در عربستان سعودی هدف قرار داده. آیا این سامانه موشکی گنبد آهنین جلو چنین موشک‌هایی رو می‌گیره؟ خیلی بستگی داره که داریم راجع به چی حرف میزنیم. اگه داریم صحبت میکنیم راجع به یه حمله بسیار محدود که با طریق چند موشک خاص کروز حمله میکنه، بله میتونه حفاظت خوبی رو تضمین بکنه در برابر موشک ها. اما اگه داریم راجع به یک درگیری نظامی همه جانبه صحبت میکنیم، یه دو دشوار خواهد شد مسئله رو، چون گنبد آهنین خوب جواب میده و خوب کار میکنه، مثلا همونطوری که در غزه دیدیم. اما به راحتی اگه ایران صدها موشک که بالستیک شلیک بکنه در یک محدوده زمانی کوتاه، بنابراین گنبد آهنی نمیتونه با همه اینها مقابله بکنه. بر همین بسیاری راجع به چه سناریویی داریم حرف میزنیم. در گذشته بین کشورهای عربی و همینطور اسرائیل بدبینی های زیادی وجود داشته، نسبت به نیت یکدیگر مشکوک بودند. استقرار یک تکنولوژی اسرائیلی در خلیج فارس آیا به معنای نزدیکتر شدن کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به اسرائیل از نظر امنیتیه؟ بله من این تصور رو دارم. بعضی از همین کشورها مدتی هستش که به اسرائیل نزدیک شدن و حالا این مسئله دیگه همه میدونن و شما وقتی اجازه بدین چنین سامانه های مستقر بشن در این منطقه، مسلم هستش که روابط خیلی بهتر شده و تا حدی هم نشون میده که راهبرد ایران هم نشون میده. ایران خودشو نزدیکتر به اسرائیل کرده، اسرائیل رو در برد موشکی خودش قرار داده از طریق نیروهاش و همینطور حالا اسرائیل هم داره متقابلا همون کار میکنه از طریق حرکت دادن سامانه های خودش نزدیکتر به خاک ایران. وقتی ما میگیم که اگر ایران موشک‌های زیادی شلیک بکنه ممکنه که این سپر دفاع موشکی کار نکنه، به این معناست که احتمال چنین درگیری وجود داره؟ به این معناست که آمریکا پیش‌بینی میکنه که ممکنه کار به اونجا برسه؟ من فکر میکنم اگه یک جنگ همه جانبه با ایران در بگیره، بله گنبد آهنین نمیتونه
مقابله بکنه با اون حجم زیاد و تعداد زیاد موشک‌هایی که شلیک میشه. اما در این زمینه خاص و در این منطقه خاص همیشه احتمال درگیری با ایران وجود داره، اما چه که ما الان داریم میبینیم، تا الان درگیری‌های بسیار محدودی بودن در مثلا این منطقه های به اصطلاح خاکستری، مثلا حمله‌ای که به آرامکو شد یا بین الاسد، یه سری موشک‌های خاصی به کار گرفته شدن. در این گونه سناریوها گنبد آهنین خوب به درد میخوره، ولی برای یک جنگ تمام عیار نه، زیاد به درد نمیخوره. بخشی از حمله هایی که به پایگاه به پالایشگاه عربستان سعودی شده بود گفته میشد که توسط پهپادها، توسط درون ها انجام شده. آیا این تکنولوژی قابلیت رهگیری درون رو هم داره یا پهپاد رو؟ جزئیات این که چقدر خوب میتونه این سیستم جواب بده نسبت مثلا به پهباد هنوز ما نمیدونیم، ولی خب علیه پهباد در گذشته استفاده شده. اما میتونم بگم که پهبادهای ایرانی، مخصوصا پهبادهایی که انتحاری عمل میکنن، یعنی اصابت میکنن به هدف، بله این باعث نگرانی آمریکایی‌ها هست و باعث نگرانی متحدان آمریکا، برای اینکه حملاتی که به تاسیسات نفتی آرامکو شد نشون میده این موشک‌ها و یا این پهپادها چقدر میتونن دقیق نقطه‌ای که مورد نظرشون هست رو هدف قرار بدن. ممنونم از فابیان هینتس، پژوهشگر مستقل سیاست‌گذاری امنیت در برلین آلمان. همکارم خشایار جنیدی هم از واشنگتن با ماست. خشایار، گفته میشه که رئیس یا فرمانده سنتکام جنرال مکنزی حرفای زده بسیار نرم بوده. او حتی ابراز امیدواری کرده که شاید با بر سر کار آمدن آقای بایدن تنشی که میان ایران و آمریکا هست رفع بشه. میشه گفت صحبت‌های جنرال مکنزی در سفری که به منطقه داشته خطاب به خبرنگاران بیشتر دیپلماتیک هست و علاوه بر این که داره نشون میده که یک فرصتی برای بهبود روابط شاید وجود داشته باشه، صحبت از این میکنه که آمریکا همچنان آمادگی هر گونه مقابله با هر گونه اقدام رو داره. آقای مکنزی در صحبت‌های خودش گفته که هدف آمریکا در تقابل با ایران در منطقه بازدارندگی از بروز هر گونه جنگ هست. به این نکته اشاره کرده که در هفته‌ها و ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و همینطور تحلیف جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری جدید، آمریکا شاهد افزایش تهدیدها از سوی ایران در منطقه بوده و گفته که آمریکا به گونه ای عمل کرده که به جهت بازدارندگی و آماده مقابله با هر گونه رخداد غیر مترقبه رو داشته باشه. مطابق این نکته اشاره میکنه که علاوه بر این که برخلاف بعضی از گمانه‌زنی هایی که مطرح میشد ایران ممکن است دست به اقدام بزنه، به خصوص اگه به یاد داشته باشه دور و بر زمان سالگرد سوء قصد به جان قاسم سلیمانی که گفته میشد ایران ممکن است اقدام بکنه، آقای مکنزی به این نکته اشاره میکنه که علاوه بر این که ایران دست به اقدام نزد، بلکه به نیروهای نیابتی خودش در عراق و همینطور دیگر قسمت‌های منطقه دستور داده بود که از هر گونه اقدام تحریک‌آمیز خودداری کنند و علت اون رو این گونه بیان کرده که فقط از جنبه نظامی نبوده این علت خودداری از اقدام، بلکه از نظر سیاسی هم ایران می‌خواسته که این فرصت رو به دولت جدید، رئیس جمهور جدید در آمریکا ببینه تا سیاست‌های او رو در منطقه محک بزنه و ببینه به کدامین سمت و سو هست. به هر حال به این نکته اشاره کرده که با تحلیف آقای بایدن و با به روی کار آمدن او یک پنجره زمانی، یک فرصت برای روابط بین ایران و آمریکا ایجاد شده. ممنونم از خشایار جنیدی در واشنگتن. سارا یائل هرشهورن، استادیار میهمان مطالعات اسرائیل در دانشگاه نورث وسترن از شیکاگو با ما هستند. خانم هرشهورن، ایران باید کدوم رو جدی بگیره؟ استقرار سپر دفاع موشکی، گنبد آهنین در مرزهای جنوبی خودش در خلیج فارس رو، و یا حرفهای ملایم جنرال مکنزی فرمانده سنتکام رو؟ من فکر میکنم که هر دو موضوع به هم وصل هستن. این یک سیستم چماق و حویز هستش که دولت آمریکا در هماهنگی با اسرائیل داره انجام میده.
و اتخاذ میکنه استقرار سیستم گنبد آهنین، ولی در عین حال بازگشت به برجام، یعنی که آمریکا هم اون مسیر دیپلماسی رو انتخاب میکنه ولی در عین حال یک گونه راه نظامی رو هم نشون میده اگر ایران بخواد مثلا گزینه های دیگه ای رو برای خودش در نظر بگیره، مثلا حتی اگه بخواد در درون خود برجام مثلا بگیم دست به عملیات غنی‌سازی بیشتر اورانیوم بزنه. شما هم با جنرال مکنزی موافق هستید که فرصتی استثنایی برای حل و فصل مشکلات بین ایران و آمریکا پیش اومده؟ Well, I'm not sure if it's an exceptional opportunity, but it certainly is an opportunity to reboot a relationship that suffered greatly under the Trump administration following the withdrawal of the Trump administration from the JCPOA. It's generally very harsh stance towards Iran. بله، و با توجه به اینکه خیلی شدت از عمل نشون داد دولت ترامپ نسبت به ایران، فکر نمی‌کنم الان چه اتفاقی خواهد افتاد، برای اینکه ایران به نظر میاد میخواد غنی‌سازی اورانیوم رو همچنان ادامه بده، چه در درون برجام چه خارج از برجام. اما شاید دولت برجام، امیدوار هستم، بتونه با ایران در این زمینه تعامل بکنه و به جای اینکه بخواد با هم دیگه درگیر بشن، راه تعامل رو مذاکره رو در پیش بگیرن. زمانی که آقای اوباما بر سر کار اومد حرف از تعامل با ایران زد، ایران در اون زمان میگفت که ما منتظر میشیم ببینیم که عمل دولت آمریکا چگونه است. فکر میکنید که آقای بایدن گامی عملی برداره؟ خیلی سخت هستش که بخوایم تصور بکنیم که مثلا جو بایدن بخواد یک سیاست خارجی خیلی تهاجمی و سختی رو نسبت به ایران در پیش بگیره تا وقتی بحران کرونا رو نتونه مهار بکنه. این راجع به ایران هم صدق میکنه، برای اینکه ایران هم به شدت از بحث کرونا آسیب دیده، برای اینکه هم ساختار سیاسی رو به هم ریخته و هم سیاست گذاری های نظامی رو. برای همه فکر نمی کنم که هیچ کدوم از دو طرف واقعا بخوان گام های عملی رو برداره، اما فکر می کنم فروش این سامانه گنبد آهنین برای همین در چارچوب برجام بعد ارزیابی کردش و انتصاب هایی که دولت بایدن نسبت به ایران داره انجام میده، این خودش نشون میده که فرصتی هستش برای تعامل، ولی در نهایت همون رویکرد چماق و هویج رو نشون میده. اسرائیلی ها بسیار بدبین هستند به برنامه اتمی ایران، ایران و اسرائیل همدیگر رو دشمن به حساب میارن. اسرائیل میتونه دولت بایدن رو منصرف بکنه از اینکه با ایران وارد تعامل بشه؟ من فکر کنم خیلی چیزها در 4 سال گذشته عوض شده در راه عادی سازی اسرائیل و بعضی از کشورهای خاورمیانه. شاید اسرائیل با بعضی از کشورهای عرب و مسلمان دیگه هم رابطه بهتری داشته باشه در طی سالهای آینده. بر همین الان موقعیت اسرائیل موقعیت امتری هستش، احساس امنیت بیشتری میکنه نسبت به گذشته، چون الان رابطه دیپلماتیک با خیلی کشورهای عربی خیلی آشکار شده. این باعث میشه که اسرائیل اهرم قوی تری بر روی ایران و همینطور بر روی برجام به دست بیاره. اما در عین حال اسرائیل کلن هرگز به هر حال موافق برجام نبوده، بسیار سعی کرد، قویاً سعی کرد که منصرف بکنه دولت اوباما رو از انعقاد توافق برجام با ایران. برای همین من فکر میکنم که اسرائیل هم ادامه خواهد داد که به هر حال عملیات اطلاعاتی خودش علیه ایران ادامه بده، سعی بکنه از در رابطه ایران اطلاعاتی به دست بیاره، همینطور اخلال ایجاد بکنه در برنامه‌های هسته‌ای ایران، حتی به طور یک جانبه، حتی اگر هم برجام چیزی باشه که دولت بایدن سعی بکنه با ایران چنین قراردادی انعقاد بکنه، به هر حال اسرائیل کار خودشو در زمینه‌های اطلاعاتی امنیتی مثل گذشته خواهد کرد. گفتید در زمینه‌های اطلاعاتی و امنیتی، فکر می‌کنید که دست کم تا مدتی قابل پیش بینی خطر جنگ و درگیری مستقیم از سر ایران رفع شده؟ من فکر نمی‌کنم بتونیم فرض رو بر این بگیریم، اما خیلی بستگی داره به سناریوهایی که امکان داره پیش بیاد، اتفاقاتی که میتونه پیش بیاد در ارتباط با ایران و رژیم‌های دیگر منطقه. من فکر نمی‌کنم ارتش آمریکا به دنبال این هستش که الان در
دراز مدت مثلا بخواد فعالیت خاص نظامی رو در اون منطقه انجام بده. مسلما داره موضع تدافعی رو میگیره با استقرار سامانه گنبد آهنین در پایگاه‌های خودش، و در عین حال شاید هم این فناوری رو آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به کشورهای عرب دیگه منطقه بدن، شاید. اما به هر حال اینها همه نشانه این هستش که اینها یک سازوکارهای حفاظتی و تدافعی رو دارن به کار می‌گیرن، اگر این موقع درگیری روی داد اینو ازش استفاده بکنن. و این شاید بخشش هم ادامه سرریز شدن بعضی از اون سیاست‌های تهاجمی دولت ترامپ نسبت به ایران هست. اما الان دولت بایدن دوست داره که دست کم در کوتاه مدت یک راه حل دیپلماتیک و تعامل با ایران رو در پیش بگیره. ممنونم از سارا یائل هرش هورن، استادیار میهمان مطالعات اسرائیل در دانشگاه نورث وسترن. انتشار یک فیلم کوتاه 9 دقیقه‌ای در خبرگزاری فارس با عنوان روایت نجات کردستان عراق توسط قاسم سلیمانی اعتراض دولت اقلیم کردستان را برانگیخته. شبکه روداف که اخبار اقلیم کردستان را منتشر می‌کند، گزارش داده که دولت اقلیم نامه اعتراضی به کنسولگری ایران داده. در این نامه گفته شده که انتشار این فیلم برای مقامات و پیشمرگه‌های کردستان توهین‌آمیز است. بخشی از این فیلم را ببینید. تنها امیدی کامل را زیادی نمانده بود. احساس میکردم همه پشت من خالی کردن، همه اونایی که یه روز ادعای دوستیشون گوش فلک و کر کرده بود. باید اون تصمیم سختو میگرفتم، باید دستور تخلیه کامل اربیل رو میدادم. مقاومت فایده نداشت. کی به دکتر دزلوانه دی؟ نیام گره بسر چا قربان تنهایی دقل ایران کب بیوندی بگرن؟ چاره یکم هیا؟ اما پیشتر خوشتر هم پیمه ده بو دانشتر دقل ابو بکر البغدادی سمره چینی هم ایمه به هن من نگرتن. بخشی از فیلم روایت نجات کردستان عراق توسط قاسم سلیمانی بود. نفیسه کوهنورد هم اینجا با ماست. نفیسه، چه بخشایی از فیلم جنجالی شده و حساسیت برانگیز؟ جمال، کلن فضایی که شکل دادن و نحوهی که به کمک ایران پرداختن از نگاه دولت اقلیم کردستان عراق تحریف واقعیت ها بوده و بزرگ نمایی در سطح کمک هایی که ایران کرده، در بزرگ نمایی در سطح کمکی که حضور قاسم سلیمانی در میدان داشته برای نجات اربیل. این فضایی که شما دارید میشنوید، صدای توپ و تفنگ و اینها، خیلی با واقعیت تطابق نداره، به خاطر اینکه ما خودمون همونجا در اربیل بودیم. از همون روز اولی که موسل سقوط کرد در میدان بودم. صبح ها می رفتیم نزدیک موسل و شب برمی گشتیم اربیل که از به عنوان محل استقرار خبرنگارهای بین المللی ازش استفاده می کردن. و اون شکل فضایی که دارن صحبت می کنن که چقدر نشون میده که دولت اقلیم کردستان و به خصوص آقای بارزانی در موقعیت ضعف قرار گرفته بوده و هیچ کاری از دستش بر نمی مده، این نکته ایه که از نگاه دولت اقلیم کردستان با واقعیت تطابق نداره و به نوعی توهین آمیز محسوب شده و اعتراضشون به اونه، به خاطر اینکه هیچ موقع خود آقای مسعود بارزانی هیچ موقع این رو نقض نکرده که ایران اولین کشوری بوده که به کمک کردستان عراق اومد وقتی که اربیل و کردستان عراق در خطر بود. اینو فرماندهان ارشاد کردستان عراق مثل سیروان بارزانی هم بارها چه در مصاحبه با خود ما در بی بی سی گفتن، چه به رسانه‌های دیگه گفتن. خود آقای مسعود بارزانی در دو مصاحبه مکرر با من همین نکته رو اشاره کرده و به صراحت گفته. در مصاحبه مطبوعاتی که با وزیر خارجه ایران داشت همون سال 2014 در مقابل همه رسانه‌های جهان، باز تاکید کرد که ایران اولین کشوری بود که به کمک کردستان عراق اومد.
این رو هم نقض، هنوز هم این رو نقض نمی کنن. صحبتشون اینه که به این شکل غلوف کردن و به این شکل در جایگاه ضعف نشون دادن پیشمرگان کرد که به حال نقش گسترده‌ای در دفاع از اون منطقه داشتن و نقش خود آقای مسعود بارزانی این نادرسته. در کنار این به هر حال مسئله پوشش هوایی آمریکا هم بود. ایران در زمین کمک کرد و پوشش هوایی آمریکا هم از همون روزهای اول به کمک کردستان عراق اومد. نفس خیلی کوتاه، واکنش ها در همین حد بوده؟ بیشتر میتونیم بگیم تو شبکه‌های اجتماعی خیلی واکنش تند نشون دادن، به خصوص ساکنان کردستان عراق، و حتی من دارم میبینم که در بخش‌های دیگه عراق هم نسبت به اینکه ایران مدام داره تکرار میکنه که به کمک عراق اومده و این قاسم سلیمانی بوده که عراق رو نجات داده یا کردستان عراق رو نجات داده، این واکنش منفی الان به همراه داشته، به خاطر اینکه گروهی هم هستن که میگن ایران برای منافع خودش و برای حفظ مرزهای خودش عملا به کمک عراق اومد و این براش مهم بود، نه اینکه فقط به خاطر نجات عراق یا کردستان عراق اومده باشه. ممنونم از نفیسه کوهنورد. رسانه‌های ایران فیلمی جدید از برخورد یک نماینده مجلس با یک مأمور پلیس راهنمایی و رانندگی در تهران منتشر کردند، ماجرایی که در روزهای اخیر توجه رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرده. پلیس راهور هم گفته که با مستندات کافی از این نماینده به مراجع قضایی شکایت برده. علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار پیشتر در درگیری با این مأمور پلیس را رد کرده بود، اما حالا خودش ناچار به تغییر روایت خودش از ماجرا شده. آرش مؤمنیان گزارش می‌دهد. تصویری جدید از ماجرایی که سه روز است در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی جنجال به پا کرده. این را دوربین‌های کنترل ترافیک تهران ضبط کرده‌اند. گفته شده لحظه سیلی زدن نماینده مجلس به صورت پلیس راهور را نشان می‌دهد. تأییدی شاید بر روایت این سرباز وظیفه. قابل اکبری هستم، سر دروازه دولت شیفتم. این ماشین اومده، رانندش پیاده شده بدون مجوز تردد خط ویژه. به من گفته منم جوابشو دادم، بهش گفتم خود نماینده مجلس پیاده شده، یه شک زده زیر گوش من که این هم شاهد داریم. علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در مجلس پیشتر در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفته بود اصلا از ماشین پیاده نشده، چه رسد به این که به گوش مأمور پلیس سیلی زده باشد. تصاویر جدید اما نشان می‌دهد که علاوه بر راننده، سرنشین این خودرو آقای عنابستانی از آن پیاده شده و در این لحظه مأمور پلیس ظاهراً بر اثر برخوردی به عقب پرت می‌شود. امروز که این فیلم درآمد، آقای عنابستانی هم بیانیه‌ای منتشر کرد و اعتراف کرد که از ماشین پیاده شده و سرباز را هل داده، اما گفت که سرباز با باتون به شکم او زده و به او توهین کرده. این بیانیه نکته دیگری هم دارد. نماینده سبزوار میگوید حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی به او قول برخورد با متخلفان را داده بود، اشاره شاید به این که قرار بوده سرباز سیلی خورده تنبیه هم بشود. آقای عنابستانی اما مینالد که قبل از آن فیلم این ماجرا در فضای مجازی پخش شده و به گفته او سر از رسانه‌های خارجی درآورده. نشانی شاید از آن که اگر فشار رسانه‌ها و افکار عمومی نباشد، قدرت معیار قضاوت می‌شود و قانونگذار قانون شکن. آرش مومنیان، بی بی سی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز به اتهاماتی که الکسی ناوالنی علیه او مطرح کرده جواب داد و همه آنها را رد کرد. آقای پوتین گفت کاخی که در فیلم مستند تحقیقی ناوالنی به عنوان یکی از املاک او نشان داده شده به او یا اطرافیانش تعلق ندارد. او که در چند روز اخیر شاهد اعتراض‌های خیابانی گسترده بوده، این تظاهرات را غیر قانونی خوانده و سازمان دهندگان را تروریست توصیف کرده. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. مخالفت سیاسی در قرن 21 با موسیقی و گرافیک و تدوین و رنگ و روی حرفه‌ای. الکسی ناوالنی مخالف سیاسی روس این مستند بلند را حدود یک هفته پیش منتشر کرد.
فیلمی دو ساعته که خود آقای ناوالنی آن را تهیه کرده بود و جلوی دوربین با حوصله از یافته‌هایش درباره فساد مالی و سیاسی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و اطرافیانش صحبت می‌کرد. فیلمی پر از اسناد مختلف، گرافیک‌های تلویزیونی جذاب و حتی جزئیاتی درباره روابط شخصی آقای پوتین. اما در قلب این فیلم پر از هیجان، این ویلای اشرافی نظر همه را جلب کرده. ساختمانی مجلل در حاشیه دریای سیاه که به گفته ناوالنی 1 میلیارد دلار می‌ارزد و به عنوان بزرگترین رشوه تاریخ به پوتین اهدا شده. Аквадискотеку я вам уже показывал. Вот фото, вот она на плане. Но это ладно. ناوالنی در این فیلم زیر و زبر این خانه یا کاخ اشرافی را مرور می‌کند و می‌گوید که این عمارت توسط اطرافیان فاسد پوتین برای او ساخته شده. دوستان ناوالنی این فیلم را سه‌شنبه گذشته منتشر کردند. دو روز بعد از اینکه الکسی ناوالنی بعد از بازگشت به کشورش در فرودگاه بازداشت شد. Дорогие друзья, добрый день. و حالا که بعد از حدود یک هفته میلیون ها نفر در روسیه این فیلم را دیدند، سرانجام پوتین شخصاً به آن واکنش نشان داد. در جلسه دیدار مجازی با دانش آموزان و در پاسخ به یکی از حاضران که درباره این فیلم پرسید. Да, смотрите. فیلمو ندیدم چون وقتشو ندارم. اما هیچ چیزی که توی این فیلم گفته شده متعلق به من یا اطرافیانم نیست. هیچ وقتم نبوده. این اطلاعات 10 سالی هست که منتشر شده. الان دیدم فرصت خوبیه که همه چیزو بذارن کنار هم و مغز شهروندان رو شستشو بدن. پوتین زمانی به اتهامات پاسخ داد که خیابانهای مسکو به این شکل درآمده بود. آرام و خالی از معترضانی که همین چند روز پیش علیه او شعار میدادند. وگرنه مسکو 2 روز پیش این شکلی بود. هزاران معترض شعار میدادند که ناوالنی را آزاد کنید، روسیه بدون پوتین. یکی از بزرگترین اعتراض‌های خیابانی علیه حکومت کسی که 22 سال است در روسیه در قدرت است. سکوت مسکو این چنین به دست آمد با دستگیری گسترده معترضان. حتی همسر ناوالنی هم در راه ملحق شدن به معترضان دستگیر شد. مسئله‌ای که به جلسه وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا نیز کشیده شد و در میانه یک روز پرکار برای دیپلمات‌هایی که آغاز کار رئیس جمهوری جدید آمریکا و مسئله برجام را در دستور کار داشتند، آنها را مجبور کرد که موضوع روسیه را هم به بحث بگذارند. به گفته جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر اساس گزارش‌ها 3000 نفر در جریان اعتراض‌های اخیر در روسیه بازداشت شدند و این موضوع مایه نگرانی کشورهای عضو این اتحادیه است. الکسی ناوالنی از مهمترین مخالفان سیاسی ولادیمیر پوتین است. او 8 روز پیش اعلام کرد که از آلمان به روسیه باز خواهد گشت. وقتی به مسکو رسید، در همان فرودگاه دستگیر شد به اتهام نقض کردن شرایط آزادی مشروط از زندان بعد از محکوم شدن در یک پرونده اختلاس، پرونده‌ای که 2 سال پیش علیه او گشوده شد و موجب شد تا نتواند در انتخابات ریاست جمهوری با پوتین رقابت کند. ناوالنی میگوید این پرونده سیاسی است و اتهاماتش همه ساختگی هستند. اعتراض‌هایی که بعد از دستگیری او در روسیه شکل گرفت تا همینجا نشان داده که در نبود چهره‌های سیاسی شناخته شده که بتوانند جلوی پوتین قد علم کنند، او از معدود کسانی است که دست کم دستگیریش برای حکومت بی هزینه نیست. کیوان حسینی، بی بی سی. محدودیت‌های کرونا در بریتانیا باعث مشکلات زیادی برای مسافران ایرانی شده که نمی‌توانند به کشورشان برگردند. با تصمیم مقام‌های ایران از حدود 1 ماه پیش ورود مسافران از بریتانیا به ایران ممنوع شده. از آن زمان تا به حال تصمیمی برای چگونگی بازگشت آنها گرفته نشده. گفته می‌شود بسیاری از مسافران سرگردان ماندند و بعضی هم که با ویزای توریستی به بریتانیا سفر کردند امکان رفتن به هیچ جای دیگر رو ندارند. یکی از این مسافران که در لندن گیر کرده الان با ماست. اول از وضعیت خودتون بگید و اینکه کجا هستید، چه میکنید و واقعا در چه شرایطی گرفتار شدید. سلام، وقت شما بخیر. ممنونم بابت فرصتی که برای صحبت کردن برای من گذاشتید.
واقعیتش من سفرم قبل از این پیدا شدن زنجیره جدید کرونا بودش. من هفته اول دسامبر اومدم اینجا و قرار بوده که هفته سوم دسامبر برگردم به ایران. بلیت برگشت داشتم بدون فراخوان قبلی کنسل شده. من الان هتلم قریب یک ماهه و همین، یعنی چاره جز هتل نشینی نیست، چون همونطور که اطلاع دارید شهر قرنطینه است، رفت آمدها محدوده و کاری نمیشه کرد. هزینه هتل شما رو کی میده؟ هزینه هتل رو من پس اندازی که سال گذشته داشتم در واقع از جیب دارم هزینه هتل میدم. به خاطر محدودیت هایی که در شهر هستم قانونا اجازه ندارید که دور بشید خیلی از هتل، درسته؟ نه، جوری که من در اخبار خوندم به یک بار در روز برای تمرین یا ورزش میشه از منزل خارج شد و اگر که کار حیاتی داشتیم مثل خرید سوپر و اینها، در غیر این صورت ممکنه که جریمه بهش تعلق بگیره. برای مدت کوتاهی اومده بودید، آیا بله. ویزای لازم رو دارید؟ میتونید یعنی اینجا بمونید؟ بله، اون رو وزارت امور خارجه انگلستان این شرایطی تدبیر دیدن که ویزا رو پس از پایانش تا 30 روز همچنان میشه بدون اینکه مشکلی ایجاد بشه ما بمونیم اینجا. از نظر ویزا مسئله نیستش و واقعیتش اینه که ویزای توریستی حتی اگر باشه، ویزای توریستی الزاماً به معنای گردش و تفریح و اینها نیست. من برای کار خانوادگی اینجا بودم، مجبور بودم که بیام و قرار بود که خیلی قبل از این داستان‌ها برگردم. متوجه هستم که چرا ایران مرزها رو بسته، تصمیم صحیحی بوده، مثل بسیاری دیگه از کشورهای اروپایی، مثل ایرلند جنوبی که الان مرزشون برای انگلستان بسته است. این تصمیم قابل تقدیره برای محافظت کردن شهرونداش، ولی خیلی بهتر بود که با یک اعلام قبلی یک فراخوان میدادن به مسافرین این که اینجا بودن، حالا چه مسافر چه ساکن اینجا که قصد بازگشت به کشورش رو داشته، یک شرایطی رو فراهم میکردن که ما برگردیم. خیلی داره سخت میشه تحمل اوضاع. گفتید که کاری خانوادگی داشتید اینجا، از بستگان بله. شما کسانی هستن با اونها در ارتباط هستید یا اینکه مثل خیلی از جاهای دیگه اینجا باید با زوم و در شبکه‌های اجتماعی همدیگر رو ببینید؟ یکی از بستگانم رو هر دو هفته یک بار تو این مدت یه دو دفعه دیدمش، ولی نه، ایشون هم کارمند هستن و چون خودشون هم با کس دیگری زندگی میکنن خیلی قدرت این که از خونه بیرون بیاد، به همین دلیلی که به هر حال محدودیت رفت آمد هستش، نداره. ممنونم از شما، امیدوارم که مشکلتون حل بشه. کارزار پرفراز و نشیب برای مهار شیوع کرونا در بعضی از کشورها با چالش‌های تازه‌ای روبرو شده، از وضع مقررات سختگیرانه‌تر در بریتانیا برای کنترل شیوع ویروس تا کندی توزیع واکسن در بعضی از کشورهای اروپایی. مسئله اصلی تأمین به موقع و کافی واکسن‌های تایید شده است. در همین حال مقررات مهار کرونا در هلند در روزهای اخیر باعث شورش و ناآرامی شده. شبنم شعبانی گزارش می‌دهد. یکی از رهبران جهان که برابر توصیه‌ها برای پیشگیری از شیوع کرونا مقاومت می‌کرد، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهوری مکزیک که ماسک نمی‌زد و خوشبین بود که کرونا سراغش نمی‌آید. او که 67 ساله است، حالا مبتلا به کووید 19 شده. هرچند گفته می‌شود بیماریش سخت نیست. همزمان با تهیه و توزیع واکسن کرونا، با شیوع سویه‌های تازه کرونا، بیم و امید درباره این ویروس در جهان حاکم است. بیم اینکه برخی انواع جدید این ویروس مسری‌تر است و شاید کشنده‌تر هم باشد، و امید به اینکه واکسیناسیون بتواند غول کرونا را دوباره به چراغ برگرداند. مسیر واکسیناسیون اما پر دست انداز بوده. فشار برای تولید میلیونی دوزهای واکسن بر روی شرکت‌ها فزاینده است. فایزر بایوانتک، یکی از پیشگامان تهیه واکسن کرونا، چندین بار در هفته‌های گذشته نتوانست سفارش‌ها را در موعد مقرر به دست کشورها برساند. واکسنی که گفته شده دریافت دو دوز از آن مسئولیت بالایی ایجاد می‌کند. در اسرائیل با جمعیت 9 میلیونی حالا حدود 1/4 مردم دوز اول را دریافت کردند. واکسیناسیونی که با کهنسالان و افراد با مشکلات زمینه‌ای آغاز شد و حالا قرار است به دانش آموزان برسد تا
تا واکسینه شوند و بتوانند بدون ترس از شیوع کرونا در امتحانات آخر سال شرکت کنند. اینجا در بریتانیا علاوه بر واکسن فایزر، شمار قابل توجهی از واکسن آکسفورد آسترازنکا هم برای واکسیناسیون در اختیار سیستم درمانی قرار گرفته، اما تزریق گسترده آن زمان بر است. همین مسئله و نگرانی از احتمال خطرناکتر بودن نوع جدید ویروس، سایه سخت در شدن محدودیت‌های کرونایی را بر سر شهروندان پررنگ‌تر کرده. دولت زیر فشار است تا نقشه راهی برای بازگشایی مدارس ارائه کند. کابینه بوریس جانسون اما میگوید حتی هیچ تضمینی نمیتواند ارائه کند که مدرسه ها بتوانند تا پیش از عید پاک حدود 2 ماه دیگر باز شوند. کرونا هنوز مهمان ناخوانده شرق تا غرب جهان است. مردم زخم خورده از خود ویروس یا پیامدهای اقتصادی و روحی و روانی آن کمابیش مستصل شدند. مانند این هلندی های خشمگین در آینتوفن که دیگر نمیخواهند به مقررات کرونا پایبند باشند. این واکنش مارک روته نخست وزیر هلند به خشونت ها. این خشونت ها جرمند اما با آنها برخورد میکنیم. میخواهم احترام بی حدم را به شهرداران، ماموران پلیس و خبرنگارانی که این وقایع را پوشش میدهند ادا کنم. ایمان دارم که 99% مردم هلند به مقررات احترام میگذارند، چرا که میدانیم ما باید غلبه بر ویروس را با هم انجام بدهیم. با این همه ظاهراً همه راه ها برای غلبه بر همه‌گیری تنها باید به واکسیناسیون بخش بزرگی از جمعیت جهان ختم شود. هدفی که رسیدن به آن هم صبر می‌خواهد، هم فاصله گذاری اجتماعی و رعایت تمام مقررات پیشگیری. شبنم شعبانی، بی بی سی. کاربران شبکه‌های اجتماعی و بعضی رسانه‌ها از مسدود شدن پیام‌رسان سیگنال در ایران خبر دادند. سایت پیوست که در حوزه فناوری و اتوماسیون فعالیت می‌کند گفته که دستور فیلتر کردن این پیام‌رسان به اپراتورها ابلاغ شده. هنوز مقام‌های ایران در این باره اظهار نظری نکردند. اخیراً با اعلام سیاست تازه واتساپ درباره به اشتراک گذاشتن اطلاعات کاربران با فیسبوک، بسیاری از کاربران واتساپ در سراسر جهان به سیگنال و تلگرام رو آوردند. سیگنال که به عنوان پیام‌رسانی امن معرفی می‌شود، در هفته‌های اخیر در میان کاربران ایرانی هم با اقبال زیادی روبرو شده. نیما فاطمی، کارشناس امنیت و حریم خصوصی از واشنگتن با ما هستند. آقای فاطمی، چرا باید سیگنال رو ببندن و اینقدر هم سریع، در حالی که در خیلی از جاهای دنیا به اون به دیده یک جایگزین نگاه می‌کنند؟ من فکر می‌کنم که این نشون میده که چقدر حکومت ایران از ناتوانی، از شنود مردم عادی و آگاهی جامعه از راه‌هایی که میتونن حریم خصوصیشون رو بهتر حفظ کنن هراس داره و که اینقدر سریع تلاش کردن که این اپلیکیشن رو فیلتر کنن. این کاملا نشون میده که چقدر از دسترسی به اطلاعات عادی آدم‌ها، مردم عادی وقتی راجع به مسائل روزمره‌شون حرف میزنن در هراسن و اینکه چقدر بلکه این حرفی بزنن که شاید برای حکومت برای اونا خوب نباشه یا خوش نیاد به حال اونا. منظورتون این هست که الان تماس‌هایی که در واتساپ هست توسط مقام‌های امنیتی شنود میشه و امکان دسترسی بهش هست؟ راه‌هایی وجود دارن. وقتی که شما از واتساپ استفاده می‌کنین، تمام چت‌هاتون، تمام گفتگوهاتون روی تلفنتون به صورت رمزگذاری نشده ذخیره میشه و این اطلاعات قابل دسترسیه به روش‌های مختلفی. راه‌هایی هست برای دسترسی، مثلا اگر از اپ‌های اندروید استفاده اگر از تلفن اندروید استفاده می‌کنید و مثلا یکی از نسخه‌های قدیمی‌تر رو استفاده می‌کنید عذر می‌خوام، این اطلاعات توسط اپ‌های دیگه ممکنه که از روی گوشی شما قابل دسترسی قرار بگیره. و همینطور واتساپ یه مشکل دیگه‌ای که داره اینه که همه چت‌ها رو به صورت دوباره رمزگذاری نشده به صورت پیش‌فرض بک‌آپ می‌گیره روی سرورهای اپل و گوگل، بستگی به اینکه از آیفون استفاده می‌کنید یا از اندروید. و خب اگه اون اکانت‌ها هک شده باشه یا به هر علتی پسورد اون اکانت ها رو گرفته باشن یا دسترسی پیدا کرده باشن، میتونن دسترسی داشته باشن به همه اطلاعات گفتگوهای مردم.
تصمیم گیری به چه شکل انجام میشه؟ این کارهایی که داره صورت میگیره چطوریه؟ یه نکته ای که خیلی مهمه که مردم بهش دقت کنن اینه که همین الان ما شروع کردیم، ما توی کندو، سازمان کندو که سازمان غیر انتفاعیه که من اونجا کار میکنم و ما کمک میکنیم که وضعیت حریم خصوصی و امنیت اقشار آسیب پذیر رو در اقصی نقاط دنیا به بالاتر ببریم، ما با تیم سیگنال در ارتباطیم. امروز با یه ذره قبل‌تر از برنامه شما با تیم هیئت مدیرشون در تماس بودیم که روی توییتر یکی از اعضای هیئت مدیرشون نوشت که این مسئله رو داره پیگیری میکنه، که چون سیگنال یه ویژگی داره برای دور زدن سانسور و متاسفانه همین الان که این ویژگی باید اعمال بشه به دلایلی که الان مشخص نیست فعلا این ویژگی فعال نشده و مردم دسترسی ندارن به این اپلیکیشن، ما داریم سعی میکنیم که این قضیه زودتر حل بشه و داریم پیگیری میکنیم اون قضیه رو. تیم سیگنال داره بررسی میکنه که چرا این ویژگی کار نکرده و قطعا به زودی آپدیت هایی خواهیم داشت که به مردم اطلاع خواهیم داد. ولی در این حال من میخواستم که فرصت و غنیمت بشمارم که راجع به یه موضوعی حرف بزنم که اصلا کلن اساسا تصمیم گیری ها در برنامه‌ای مثل سیگنال که برنامه منبع بازه چجوری اتفاق میفته. یه سایتی وجود داره به اسم signalcommunity.signalusers.org که یک فرومی از یک پلتفرمی است که هر کسی، هر کاربر سیگنال میتونه بره اونجا و یه اکانت باز کنه، یه تاپیک باز کنه، یه شروع کنه نوشتن درخواستاشون رو از ویژگی های مختلف سیگنال بگن و بر اساس درخواست کامیونیتی، بر اساس درخواست کاربرا این ویژگی ها اولویت بندی میشه و سیگنال یکی یکی این ویژگی ها رو اعمال میکنه که ویژگی های زیادی در حال اعمال شدنه. من پیشنهاد میکنم که مردم، مخصوصا کسایی که یکم فنی تر هستن، به این وبسایت برن و اونجا بنویسن، گزارش بدن که این مشکل وجود داره تا ما بتونیم وقتی بیشتر تعداد بیشتری از مردم اونجا نگرانیشون رو شرح بدن، ما میتونیم فشار بیشتری روی سیگنال بیاریم برای اینکه این موضوع رو اولویتش رو بالاتر بیارن تا ما بتونیم دسترسی مردم عادی رو به این اپلیکیشن برگردونیم. ممنونم از نیما فاطمی، کارشناس مستقل امنیت و حریم خصوصی در واشنگتن دی سی. مونیکا جلیلی، خواننده آمریکایی که بیشتر به خاطر خواندن ترانه‌های فارسی شهرت دارد، دیروز کنسرتی در شهر سالت لیک سیتی آمریکا برگزار کرد. ما هم بخش کوتاه از این اجرا رو ببینیم، بعد با او صحبت می‌کنیم. مونیکا جلیلی، خواننده از سالت لیک سیتی در آمریکا با ماست. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. چقدر آهنگ زیبایی، آهنگ پیک سحری، آهنگساز همایون خرم، شعر هم کریم فکور، گو که زهجرش به فغانم. باید حس خوبی داشته باشید که در شرایط کرونا هنوز میتونید کنسرت بگذارید، اگرچه که خب تماشاگرها نبودند.
خیلی حس خوبی بود. ما بسیار بسیار شکرگزار بودیم. البته به شما بگم آسون هم نبود. بسیار کار سخت بود. یه ذره سورئال بود. وقتی وارد میشیم به یه اتاق همراه با موزیسیناتون و میبینید که سالن خالیه. هیچکی اونجا نیست. یه لحظه بود که یه حس قطع ارتباط داشتم، ولی خیلی خوشحالم که تونستم با این فناوری که ما الان داریم تونستیم چنین کاری رو انجام بدیم. ولی آه چقدر خوشحال هستیم که شخصا بتونیم برگردیم و با مردم ارتباط برقرار کنیم. حتما دلتون برای تشویق‌های ایرانیان خیلی تنگ شده. همسر شما ایرانیه، همین باعث شد که با موسیقی و بعد با شعر فارسی ارتباط برقرار کنید و به زبان فارسی بخونید؟ بله بله تأثیر داشت. همسر من الهام بخش من بود بیشک، اما حتی قبل از این که من با او آشنا شدم، نه ما ازدواج کردیم و بعد من آشنا شدم با موسیقی ایرانی از طریق موزیسین در نیویورک، جایی که قبلا خودم زندگی میکردم. شوهر من رضا بله واقعا الهام بخش من بود و من به اون یاد دادم خیلی چیزا رو در مورد موسیقی ایرانی، اون که چیزی نمیدونست. باید به آقا رضا آفرین بگیم که این قسمت کار رو انجام داده. در هر صورت شما قطعه‌ای هم دارید که بی ارتباط به کرونا نیست، در مورد اون بیشتر بگید. بله، ما هفته پیش یک آهنگی رو منتشر کردیم، یه موسیقی رو که خودم نوشتم بر اساس شعر سیمین بهبهانی به نام بروید تا بمانم. من اشعار سیمین بهبهانی رو چند سال پیش کش کردم، بخش‌هایی از این اشعار رو به ترجمه انگلیسی آنلاین دیدم و یکی از مترجم‌ها به اسم سارا خلیلی اسمش رو دیدم و من با اون ارتباط برقرار کردم، چون اون هم در نیویورک بود. اون کتاب ترجمه خودش رو از اشعار سیمین بهبهانی برای من فرستاد و من همه ترجمه ها رو خوندم. بعد بروید تا بمانم شعری بود که همش من برمیگشتم و میخوندم، میخوندم و احساس میکردم که چقدر این شعر میتونه معانی مختلفی داشته باشه. من میدونم خانم بهبهانی در سال 1980 در زمان شروع جنگ ایران و عراق این شعر رو نوشت و میدونم که اون در ذهن خودش خیلی معانی مختلفی رو در ذهن داشت، ولی وقتی من این شعر رو خوندم به خودم گفتم بله میتونه جنگ باشه، ولی وقتی میگین که بمونیم تا برم میتونه بس میتونه راجع به فقر باشه، میتونه راجع به رابطه شما با دیگران باشه، میتونه راجع به خشونت باشه، میتونه راجع به مرگ و نیستی باشه. وقتی من داشتم روی این آهنگ خودم کار میکردم به معنی این شعر فکر میکردم و بعد دیدم که الان به نظر من این شعر میتونه ارتباط خوبی با بحث کرونا برقرار بکنه. خود سیمین بهبهانی این شعر رو تقدیم کرده به اونهایی که موندند، نه اونهایی که ما پشت سر گذاشتیم. هیچ وقت فکر نمی کردم که او میتونه تصور بکنه 40 سال بعد این شعر همچنان معنی خودش رو حفظ کرده و میتونه تقدیم بشه به بحثی مثل کرونا، تقدیم به کسانی که ما پشت سر گذاشتیم و کسایی که هنوز موندن، یعنی همه ما. و من فکر کردم که انتشار این موسیقی در چنین زمانی اگه هیچ کاری نکنه حداقل میتونه یه ذره روشنایی و امید برای مخاطب بیاره و شاید هم حتی یک لبخند بر لب. ما این بخش از کار شما رو میبینیم و دوباره با شما صحبت میکنیم، برمیگردیم به شما. عنوان این بخش از کار هست Leave So I Can Stay. To those who stayed behind.
مثل آهنگ قبلی کار خیلی زیبایی بود. شما از شما آهنگ پیک سحری رو یه قسمتش رو گوش دادیم، شما آهنگ گل سنگم رو هم خوندید به دو فرم انگلیسی و فارسی. وقتی من فرم انگلیسیش رو شنیدم خیلی بامزه بود. کار جدیدی هم دارید؟ منظورم اینه که آیا بر روی پروژه تازه‌ای که مرتبط باشه به موسیقی و زبان فارسی دارید روش کار میکنید؟ من همیشه در حال کار کردن روی آهنگ‌های جدید هستم تا بتونم اضافه بکنم با آهنگ‌هایی که قبلا ساختم. این آهنگی که همین الان شما پخش کردید میتونم بگم جدیدترین آهنگ من هست. اخیراً یک روی پروژه دیگه هم داشتم کار می‌کردم، آهنگ مرا ببوس، که ما اینجا اون رو هم به انگلیسی و هم به فارسی خوندیم و اون رو هم چند ماه پیش منتشر کردیم و تقدیمش کردیم به قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراینی. میدونی من همیشه به پروژه جدید فکر میکنم. با من عاشق موسیقی هستم، عاشق خوندن هستم و خوشحال هستم که این فرصت رو دارم که میتونم این کارو بکنم، حتی در زمانی که ما درگیر این بحث کرونا و قرنطینه ها هستیم، برای اینکه چیزی که واقعا دوست دارم. خیلی کوتاه این آهنگ مرا ببوس که گفتید یادآور کشته شدگان هواپیمای اوکراینی هست رو شده که بین خانواده های بازمانده های اونها در حقیقت پخش بکنید، واکنش اونها رو ببینید. من فکر کنم بله، این آهنگ رو با اونها هم دادم، برای اینکه از من دعوت شد من وارد این پروژه بشم. یه سری موزیسین های ایرانی که در تورنتو مستقر هستن از من دعوت کردن برای این کار. سامان شاهی از من دعوت کرد و او کمک کرد در این آهنگ رو بسازیم. حتی من الان ویدیوشو ندارم و اینه به شما میدادم که پخشش کنید، ولی روی یوتیوب میتونین ببینید. ما موزیسین ها آهنگ مرا ببوس رو اجرا کردیم و با خیلی از مردم ارتباط گرفت و میتونه با خیلی تعداد بیشتری ارتباط بگیره. من فکر کنم که خانواده قربانیان بله بهشون اطلاع داده شده از وجود این آهنگ، مخصوصا اونهایی که در کانادا و تورنتو زندگی میکنن. ممنونم از مونیکا جلیلی و ممنونم از شما که برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. میتونید روی وبسایت ما برنامه رو ببینید و همینطور روی کانال ما در یوتیوب.